درود بیکران خدمت همه شما هموطنان عزیز و ارجمند امروز دوشنبه 27 خرداد 2578 ایرانی برابر با 1398 اسلامی است سوالات فراوانی ارسال میشه در رابطه با اتفاقاتی که رخ داده حملات تروریستی که حکومت اسلامی انجام داده و چرایی این حرکت ها در چنین وضعیت بد اقتصادی و همچنین سیاسی و آینده به کجا داره کشیده میشه آیا داریم به سمت یک جنگ احتمالی با آمریکا کشیده میشیم و یا چگونگی انجام این کار خب لازم میدونم در رابطه با این مسئله کمی بیشتر با شما صحبت بکنم تا بدونید در کجای تاریخ قرار گرفتیم برای روشن شدن تمام این مسائل می بایست برگشت به عقب و از اول داستان رو مرور کرد برای رسیدن به یک نتیجه درست بعد از اینکه ترامپ به عنوان ریاست جمهور در آمریکا موفق شد که به کاخ سفید بره خب سیاست های داخلی و خارجی خودش رو اعلام کرد که یکی از مهمترین اون سیاست های خارجیش بود در رابطه با برخوردش با حکومت اسلامی دوازده فرمان رو قرار داد آقای پومپو و اختار خودش رو علنی کرد به این معنا که در طول تمام سالهایی که گذشت در طول این سی سال که فرض بگیریم از دوران ریاست جمهوری های متفاوت در آمریکا که بگذریم این دو سال آخر متفاوت بود به این دلیل که رؤسای جمهور آمریکا به هیچ عنوان دست رو اصل داستان نگذاشتن یعنی چی؟ یعنی بینش حکومت اسلامی که در سال 58 اومد وارد قانون اساسی شد من سالهای طولانی در رابطه با اصل یازده قانون اساسی حکومت شیطانی که به صورت مشخص صدور انقلاب رو که یک بینش و یک تفکری بود در اون زمان که اومد وارد قانون اساسی حکومت اسلامی و در نهایت مردم ایران شد رو با شما صحبت کردم و اون رو کالب و شکافی چف... انجام دادم که چه ضرر و زیانهایی تا به امروز اصل یازده قانون اساسی حکومت اسلامی برای ملت ایران و کشور ایران به وجود آورده و صدمات محف به پیکر ایرانیان زده که اگه بخوام به تک تک اونها بپردازم بحث طولانی میشه ولی یکی از بزرگترین ضررها و زیانهایی که به ملت ایران وارد آورد همون شروع وقوع جنگ بود در شهریور سی و شهریور پنجاب یعنی اصل یازده قانون اساسی اگر جامعه ایرانی به خصوص جامعه جوان ایرانی بره قشنگ مطالعه بکنه بر این پای است که همه مسلمانان در جهان یک امتند یعنی این اصل این رو میگه تمام مسلمانان جهان یک امتند که باید زیر یک پرچم ولایت فقیه به سمت جلو پیش برند تا کفار رو نابود بسازند و این انقلابی که اینها اسمش رو گذاشتن در سال 57 رو برسونن به در واقع اون چیزی که بهش میگن امام زمان خب الان شما حسابش رو بکنید که این اقلیت شیعه با اکثریت مسلمانانی که سنی هستند در تقابل در درجه اول قرار می که اول باید حساب همدیگر رو برسن بعد از اینکه بتونن بر اکثریت مسلمانان سنی قلب پیدا بکنن تازه میرسه نوبت مسیحیان و کلیمیان و در نهایت کل جهان این قانون این رو میگه یعنی کل ثروت سل... ملت ایران کل دارایی ملت ایران آنچرا که کشور ایران داره متعلق است به این امت در سر تا سر جهان در اون زمان اصلا مردم تو باغ نبودن که توجه بکنن این چه اصلیه تو قانون اساسی کار گذاشته شده و شما وقتی که در یک کشور اعتقادات مذهبی اعتقادات سیاسی و یا ایدئولوژی های سیاسیتون رو میارید وارد قانون اساسی میکنید در نهایت اون مملکت نابود شده است چرا که کشورهای پیشرفته جهان رو اگر شما قوانینشون رو مطالعه بکنید در درجه نخست سکولار نوشته شده به معنی جدای دین از حاکمیت و حکومت و به علاوه اون مسائل حقوقی درش نوشته شده نه مسائل ایدئولوژی های سیاسی و یا مذهبی به همین خاطر هستش که جامعه میتونه دست بالایی داشته باشه و باز و افراد متفاوت میتونن بیان به عنوان یک نماینده برای کشورشون کار بکنن و خودشون رو به معرض اجرا بگذارند و به معرض نمایش و کاندید بکنند اون حسابش با مردم هست که این نمایندگان رو بپذیرند یا نپذیرند ولی در کشور ما چنین نبوده یک اصلی رو آوردن وارد قانون اساسی ما کردند که بر پایه بینش و تفکر پانزلامیزم یعنی همون تفکراتی که خمینی داشت در پایه گذاریه حکومت شیعی و اسلامی در ایران از دوران سالهایی که ازش عبور کردیم و من تمام این مسائل برای جامعه توضیح دادم به خصوص بعد از رفتن رضا شاه بزرگ از ایران و آوردن حاج حسین قومی و غیره بسیارانی از این علمایی که بهشون میگن و آخوندها در پی به وجود آوردن یک حاکمیت مذهبی و شیعی درون کشور ما ایران شدند و اینا کم کم پیش اومدن نخست وزیرها رو یکی پس از دیگری ترور کردن کار انقدر بالا گرفت که به شاه مملکت هم دستور میدادند که چگونه باید حرکت بکنه کشته شدن احمد کسروی و غیره و اینا همه اینها به دست همین فدایان اسلام انجام گرفت اینا چه کسانی بودند؟ کسانی بودند که دقیقا همین اصل یازده قانون اساسی رو بر پایش ایستادند و هر کسی رو که برابرشون ایستاد از دم تیغ گذروندند و با خراف گری و خراف پرستی و سو استفاده از باورهای دینی تونستند سوار بر گرده مردم بشن و در نهایت مردم رو به خیابونها بریزن و بکشونن در سال پنجا و, هفت و در نهایت وقتی که در اون بهبهه مردم گرفتار مسائل اجتماعی سیاسی و غیر شدند درگیری های متفاوت به وجود اومد این اصل رو توسط هفتاد نفر در مجلس خبرگان به تصویب رسوندن و روزگار ملت ایران از اون تاریخ به بعد سیاه شد و جامعه ایرانی مجبور گشت بر پایه همین اصل ثروت خودش رو مجانن در اختیار کشورهای دیگه قرار بده بدون اینکه بتونه دخل و تصرفی به روی ثروت خودش داشته باشه و هر جا که این ملت به پا خواست و گفت چرا بلا فاصله شهیدش کردند من سالهای طولانی در رابطه با همین دو اصل با شما صحبت کردم یعنی اصل پنج که ولایت فقیه بوده و اصل یازده قانون اساسی که دست بازی به حکومت شیطانی داده برای قلقم کردن و پیشروی و صدور انقلاب یعنی این دوتا لازم و ملزومه یک دیگر بودند برای نابودی کشور و رسوندن تفکر شیعگری و حکومت اسلامی در نهایت اول ایران بعد منطقه و در نهایت جهان خب اینا رو توضیح دادم تا شما بدونید که چرا این حاکمیت پول ملت ایران رو در سوریه در یمن در عراق در جای جای کشورهای جهان که حتی دیگه اسلامی هم نیستن میبره و خرج میکنه به دلیل اینکه اعتقاد دارن هر جا که امت اسلام وجود داره این حاکمیت که ولایت فقیه هست موظف سرمایه ملت ایران رو در اختیار اونها قرار بده برای پیشروی قشون اسلامی و در نهایت جنگی رو که اینها توسط حوسی ها در یمن به راه انداختن برای سرنگون کردن آل سعود بوده و هست که بتونن مکه رو هم به تصرف خودشون در نهایت در بیارن اصل داستان بر این پای است یعنی تفکرات اسلامی کسانی که با نام فدایان اسلام شیعه در ایران آغاز به کار کردند اعتقادات خودشون رو آوردن وارد قانون اساسی نوشتن و قرار دادن بدون اینکه ملت بدونه که چه اتفاقی داره میفته و بعد از اون سرمایه ملت ایران رو در جای جای کشورهای منطقه براحتی خرج کردن تا دو سال پیش قبل از اینکه ترامپ وارد کاخ سفید بشه رؤسای جمهور متفاوت کشور آمریکا هم با علم به این که می دونستند که اعتقادات این شیعه اومده وارد قانون اساسیشون شده یعنی بینش و تفکر پانزنامیز و فراتر از اون صدور انقلاب که انقلاب حد و مرز نمیشناسد نمی اومده وارد قانون اساسی یک ملت و یک کشور شده اما اون رو محدودش می ساختند و باهاش به قول معروف دیل میکردند که سر جاش بمونه فقط فوش و ناسزا و اینجور چیزها و مرگ بر آمریکا و پرچم سوزوندن و این،, این مسائل رو در حد امکان خودشون برای اینکه باقی بمونن در مغزها ادامه بدن اما در این دو سال اخیر متفاوت و عوض شد یعنی سیاست خارجی به خصوص دولت ترامپ بر این پای استوار شد که این اصل رو روش انگوش گذاشتند چون دقیقا میدونستند که حکومت شیطانی در کجا میتونه متوقف بشه اصل یازده قانون اساسی که در ارتباط مستقیم هست با اصل پنجم قانون اساسی یعنی ولایت فقیه همونطور که خدمتون عرض کردم این دوتا لازم و ملزوم یکدیگر هستند اگر میبینیم پشت سر هم نیامدن به دلیل اینکه مردم اصلا متوجه این داستان ها نشن اما وقتی شما کاب و چکافی میکنی آخه چرا این ملتی که این مقدار ثروت داره این مقدار گرفتار و بدبخت نگه داشته شده از اینجا ناشی میشه خب وقتی که دوازده فرمان آمریکا صادر شد حکومت شیطانی متوجه شد که به آخر راه رسیده برگ برنده دیگری هم اینها نداشته و ندارند یعنی اگر خامنه ای کنار گذاشته بشه دیگه رفسنجانی نیست در قدرت که بتونه نفر بعدی رو به جای خامنه ای جایگزین بکنه هیچ کسی که نه کاریزما داشته باشه نه شخصیت نه اون چیزی که در جهان اسلام به قول معروف ازش یاد میبرن میتونه جای خامنه ای رو بگیری یا شرایطی رو که اینها با زد و بند و دوزدی های فراوان به وجود آوردن جایگزین بکنه یعنی شخصی دیگه مثل رفسنجانی نیست که بتونه با تقلب بیاد و نفر بعدی رو بدون اینکه مردم در باغ باشن یا حضور داشته باشن به رهبریت برسونه خب اینا یک بار این تقلب رو انجام دادن در زمانی که خمینی رو داشتن دفنش میکردن در اون شلوغی ها بلا فاصله رفسنجانی اومد و این حرکت رو انجام داد که من سالهای طولانی هم در رابطه با همین مسئله صحبت کردم و این مسئله رو باز کردم که چگونگی رسوندن خامنه ای به قدرت در زمانی که مردم رو تشویق میکردن برن تو بهی زرا بزنن تو سر خودشون به خاطر اینکه خمینی مرده همچنین این مردمی هم که امروز دارن زندگی میکنن دیگه مردم سی سال پیش نیستند یا چهل سال پیش به خصوص جوانان ما بسیار بسیار آگاهتر شدن نسبت به حتی سالهای گذشته در این مقطع ما میبایست نگاهی داشته باشیم از دو زاویه به دو شکل مختلف یکی سیاست های دولت ترامپ برای مردم آمریکا چه داخلی چه خارجی و همچنین وضعیت حال حاضر حکومت اسلامی در ایران و همچنین سایر کشورهای جهان خب تا اینجا من توضیح دادم که چرا این مسئله به اینجا کشیده شده و حکومت در تنگنا قرار گرفته به خاطر عوض شدن سیاست کاخ سفید و بعد دست گذاشتن به روی قانون اساسی حکومت اسلامی و بینش و تفکر حکومت شیطانی دقیقا 180 درجه متفاوت با تمام رؤسای جمهور در آمریکا در طول تمام این سالها اگر دقت کرده باشید از همون روزهای نخست که ترامپ به ریاست جمهوری رسید ظریف را افتاد در سر تا سر جهان و گفت اینها کاری نمیتونن بکنن با برجام اجازهش رو ندارن نمیتونن خارج بشن از قوانین بینون مللی خارج شدن و و و همین مسالی که شما در جریان خبرها بودید و شنیدید اما دیدید که ترامپ یک طرفه اومد و به طور کلی از برجام خارج شد و این دوازده فرمان رو هم جلوی دست این افراد قرار داد و گفت باید به اینها چشم بگین تا بتونید از تحریم هایی که قرار برای شما صادر بشه خارج بشید در همون اوایل میخندیدن جوکش کرده بودن فکر نمیکردن و بر این تکیه داشتن که کشورهای اروپایی به هیچ عنوان اجازه نخواهند داد و تکیهشون به خصوص به روی کشور انگلستان بود و فرانسه چرا که میدونستن تا حدودی آلمان از اونجا که نزدیک به 60 درصد از انرژیش یعنی گازش رو مستقیما از روسیه خریداری میکنه بنابراین میتونه تحت شعاع سیاست روسیه قرار بگیره کما اینکه شما در حال حاضر دارید میبینید که این روند کماکان بر سر جاش هست یعنی یکی از دولت هایی که در کنار روسیه قرار گرفته و با سیاست های روسیه با اینکه در اتحادیه اروپا هست قرار گرفته کشور آلمان هست به خاطر روابط اقتصادی و انرژی که از روسیه دریافت میکنه ولی دو کشور متفاوت دیگه یعنی فرانسه و انگلستان در آینده نچندان دور به صورت پشتیبانان دولت آمریکا و مستقیم در کنار آمریکا قرار خواهند گرفت و این رو حکومت اسلامی بهش دست پیدا کرده و رسیده و مجبور هستش که عملیاتی رو انجام بده کسانی که این خبرها رو دنبال کردن میدونن که ظریف دیداری داشته و به قول معروف میتینگ هایی داشته با دموکرات ها در آمریکا که در رأس اونها جان کری بوده من بعید نمیدونم و نمیبینم که برنامه هایی رو که حکومت اسلامی داره در خلیج فارس و دریای عمان پیاده میکنه بر سر نفکش ها و سوختی که میبایست از این منطقه عبور بکنه و به وجود آوردن بحران در واقع خطی باشه که سران دولت یعنی سابق و یا میتونم بگم حزب دموکرات آمریکا که یکیشون جان کری هست و بقیهشون هم حضور داشته و دارن بعید نمی بینم که خطی رو که اینها پیش گرفتن یعنی حکومت اسلامی برای به وجود آوردن ناامنی در منطقه از این افراد گرفته باشن چرایش رو براتون توضیح میدم کسانی که مسائل داخلی آمریکا رو دنبال میکنن میدونن که بیش از دو سال هست که حملات گسترده از طرف رسانه های آمریکا که در رأسشون سی و ام هست به کاخ سفید و در نهایت به خود شخص ترامپ داره انجام میشه و یک روز این شخص رو تنها نگذاشتن و ترامپ هم مشخصا باهاشون برخورد خیلی سریح و تند داشته چه در کاخ سفید چه همچنین در پیام هایی که توسط توییتر و یا پیام های رسانه ای داده و اونها رو فیک نیوز خونده شرایطی رو که برای ترامپ در آمریکا به وجود آوردن شرایط بسیار بسیار سختی است و چیزی که نزدیک به شاید 500 روز یا میتونم بگم 17 ماه حدودا به انتخابات ریاست جمهوری در سال 2020 باقی نمونده خب برای اینکه ترامپ بتونه موقعیت خودش رو از لحاظ روانی و محبوبیت در آمریکا حفظ بکنه عبور از مسائل وضعیت خوب اقتصادی که در آمریکا به وجود آورده در سیاست خارجی میبایست موفق بشه و با پرداخت کمترین هزینه بیشترین امتیازات رو در دیپلماسی میبایست به دست بیاره تا بتونه برای دولت آینده خودش تصمیماتی رو بگیره و بتونه به موفقیت دست پیدا بکنه به این معنی که اگر شما با مردم آمریکا صحبت بکنید غالبا هیچ کدومشون به دنبال جنگ دیگری در منطقه خاورمیانه نبوده و نیستند و اگر احتمال بدن که جنگی داره صورت میگیره از لحاظ روانی برای دادن رأی به ریاست جمهور بعدی رأیهاشون هاشون تحت شعا قرار میگیره چرا که دانش مردم آمریکا در چگونگی روابط و یا مسائل مختلفی که داره در ایران و یا سایر کشورهای منطقه در خاور میانه میگذره بسیار پایینتر هست نسبت به شمای که ایرانی هستی سالهای طولانی با حکومت شیطانی روبرو شدی مسائل منطقه رو میشناسی در اون منطقه زندگی میکنی و مسائل رو به راحتی میتونی تجزیه تحلیل بکنی اما در آمریکا این چنین چیزی نیست به دلیل اینکه مردم اینجا تحت شعار رسانه ها و فیک نیوزهای های فراوان قرار میگیرند و دانش کافی در رابطه با بسیاری از زد و بندها و مسائلی که در منطقه رخ میده نداشته و ندارند اگر جنگ احتمالی صورت بگیره که آمریکا بخواد نقش اول رو بازی بکنه دموکرات ها بر این پای تبلیغات گسترده انجام خواهند داد که این رئیس جمهوری که در آمریکا هست جنگ طلب ما رو میخواد مجددا به جنگ بکشونه ما اصلا در این مسائل نبودیم ما صد هزار نیرومون رو توسط اوباما از عراق خارج کردیم و و و و, و, دی و دیگه نمیخوایم چنین مبالغ سنگین و هنگفتی رو پرداخت بکنیم و سربازانمون در این منطقه کشته بشند و همچنین تبلیغات گسترده مطمئن هستم که انجام خواهد گرفت در زمان رأیگیری و سعی میکنن روی این مسئله کار بکنن و به قول معروف انفسایس که این کابینه و این دولت جنگ طلب بوده و هست و داره جامعه آمریکا و کشور آمریکا رو به یک جنگ ناخواسته دیگه میرسونه و میان روی این مسئله تبلیغ میکنن که ما برجام رو این چنین کرده بودیم حکومت اسلامی رو آورده بودیم پای میز و قرارداد رو بسته بودیم و هیچ موقع دیگه اینو نمیتونستن به نیروگاه اتمی و یا بمب اتم دست پیدا بکنن و این مسائلی که فکر میکنم به اندازه کافی در رابطه باش صحبت شده ولی تبلیغات رو دارم خدمتتون عرض میکنم که از لحاظ روانی میتونه چگونه روی مردم آمریکا کار بکنه پس خلاصه بکنم حرکت های تند و تیز حکومت اسلامی که دیگه فیلمهاش هم مشخص شده نه فقط دولت آمریکا بلکه انگلیسی ها هم نگاه کردند و سایر کشورها هم نگاه کردند به غیر از آلمان که نگاه کردن و قبول نکردن که داستانش رو بهتون گفتم از کجا سرچشمه میگیره بر این پای است که فرمانی بهشون دادن که شما میتونید از این تاریخ شروع بکنید شما میتونید با این گونه حرکت ها آمریکا رو وادار بسازید که به شما حمله بکنه و وقتی که حمله کرد شما میتونید متقابلا جنگ رو ادامه بدید و ما از این طرف شروع خواهیم کرد آنچه که داره اتفاق میفته منو به این نتیجه میرسونه چرا؟ به دلیل اینکه حکومتی که نفتش به کمتر از 400 هزار بشکه در روز رسیده حکومتی که بسیاری از گرفتاریهای های اقتصادی رو داشته و داره حکومتی که در انزوای سیاسی و اقتصادی قرار گرفته و تحریم ها یکی پس از دیگری مثل آوار بر سرش آمده چگونه است با چه جاه طلبی با کدام نیرو و توان میخواد وارد جنگ بشه قاعدتا میخواد آغازگر جنگی بشه که اون رو به صورت محدود انجام بده ولی همین محدودیت میتونه از لحاظ روانی ضربه بزرگی به کاخ سفید وارد بیاره و سیاست های دولت ترامپ که به دوره بعدی کشیده نشه اصل داستان این هست در آمریکا و همچنین کشورهایی که منافعشون تأمین نشده یعنی از حزب دموکرات آمریکا بگیرید که وابستگان مستقیم کشور انگلستان بوده و هستند و همچنین روابط سیاسی و اقتصادی خوبی داشتن با اروپایی ها و در واقع اروپایی ها منافعشون می میشد تا زمانی که حکومت اسلامی باشه در منطقه نفت و گاز و بسیاری از مسائل رو مجانن در اختیار همه قرار بده حسابش بکنید تمام کشورهای اروپایی راضی بوده و هستند و همچنین حزب دموکرات آمریکا یعنی یک حکومتی رو که میدونه تروریسته حکومتی رو که میدونه خونریزه حکومتی رو که میدونه بر پای اصل 11 قانون اساسی چه جنایت هایی رو در منطقه انجام داده و وارد کشورهای دیگه شده از یمن از سوریه از عراق از فلسطین از لبنان بگیرید تا کشورهای حتی آمریکای جنوبی خب تمام اسناد بر جای هست اما چگونه است که به هیچ عنوان دستی به قوانین اساسی حکومت اسلامی نزد در طول 38 سال با رؤسای جمهور متفاوت حتی به دلیل اینکه قوانینی که وضع شده بود در اروپا انقدر محکم وضع شده بود که هیچ رئیس جمهوری این ریسک رو نمی کرد که بیا جلو و دست روی شاره حکومت اسلامی بذاره اصل پنجم و اصل یازدهم و بگه ما حتی حاضریم بخوایم بیام بشینیم با شما مذاکره بکنیم چرا میگن اگر بیان بر سر پای میز مذاکره باخت باخت برای حکومت اسلامی هست و برد برد برای دولت آمریکا بر پایه همین هست دستش رو روی اصل یازدهم قانون اساسی گذاشته و گفته تمام نیروهات رو باید از منطقه خارج بکنی سپاه پاسداران و سپاه قدس رو یک نیروی تروریستی اعلام کرده یعنی اصل یازده قانون اساسی این اصل تروریست پروره و منطقه و جهان و به خصوص آمریکا دیگه پذیرای چنین اصلی در قانون اساسی حکومت اسلامی نیست این رو هم باید اضافه بکنم که بقای حکومت اسلامی بر پایه همین اصل هست بقای ولایت فقیه و ادامه جنایت هاش بر پایه همین اصل هست و اگر اصل یازده قانون اساسی زمین بخوره و کنار گذاشته بشه بسات حکومت اسلامی جمع شده است و این رو خودشون بهتر از هر کس دیگه ای می میدونند این رو هم باید اضافه بکنم که سیاستی رو که ترامپ در نظر گرفت و از اول از داعش شروع کرد و بعد پاسخ بزرگی به سوریه و بشار اسد داد با فرستادن موش با فرستادن موشک های متفاوت و ضربه مهلکی که به اونها زد و دست اسرائیلی ها هم باز گذاشت برای اینکه هر زمان که بخواین پروازتون میتونید انجام بدید هر جای سوریه رو که بخواین میتونید بمباران بکنید و تا به امروز هم همین گونه بوده تا به امروز صدها و صدها نفر از سپاهیان قدس و غیره در سوریه کشته شدن توسط پروازهای اسرائیلی ولی به هیچ عنوان صداشم در نیوردند آغاز حرکت ترامپ از منطقه و در نهایت ضربه بزرگی که داره به حکومت اسلامی میزنه متوقف کردن مسائل اقتصادی و دست باز قرار دادن اروپایان برای سیاست های خارجیشون با آمریکا بوده و هست به زبان ساده تر اگه بخوام توضیح بدم ترامپ اومد دستش رو روی حکومت اسلامی قرار داد برای اینکه بتونه برابر سیاست های نادرست اروپایی ها که تونستن از این کشور منافع فراوان داشته باشند به جیب بزنن که بتونن با اون منافع برابر سیاست های آمریکا بیستن رو جلوش رو بگیره در نهایت متوقف کردن داعش متوقف کردن سوریه متوقف کردن عراق و همچنین حکومت اسلامی بستن دست کشورهای اروپایی است که نتونن قدرت خودشون رو به رخ آمریکایی ها بکشونن و دیدید که چگونه برخورد کرده با ناتو چگونه برخورد کرده با کشورهای اروپایی و نه بزرگی هم گفته در برجام یک دولت ناسیونالیست روی کار اومده که در درجه اول با صدای بلند میگه فقط منافع کشور خودم در درجه نخست حال هر کشوری در هر گوشه از جهان میخواد با ما همکاری بکنه یا دوستان قدیمی ما هستند، به قول معروف ولکام اما منافع آمریکا باید حفظ بشه این سیاست قوی تر از اون بود که حتی کشورهای اروپایی بتونن برابرش بیستن اگر یادتون باشه اول باهاش مخالفت ورزیدند برابرش ایستادند اما فهمیدند که قدرت و توانایی رو نداشته و ندارند و در نهایت خواهید دید که همشون به سمت آمریکا کشیده خواهند شد و حتی آلمان هم مجبور خواهد شد که رضایت بده در غیر این صورت میباید سیاست خارجی خودش رو به صورت مشخص در اتحادیه اروپا تعریف دیگه ازش داشته باشه و اون رو به بحث و فصل بگذاره وقتی که اکثریت و غالبا کشورهای اروپایی در کنار آمریکا قرار بگیرن یک کشور به تنهایی آلمان هرچند با وضعیت خوب اقتصادی نمیتونه با اتکا حتی به انرژی روسیه روپای خودش بیسته و باز برمیگردم سر صحبت اولم بر پای پرسش شما که چرا حکومتی که این مقدار ضعیف هست از لحاظ وضعیت اقتصادی درون و برون مرز که هر روز درآمدش کمتر میشه این مقدار جنگ طلبه خب این سوالی بوده که همگان میپرسن دقیقا بعد از میتینگ هایی که ظریف قرار داد و انجام شد با سران دموکرات حزب دموکرات در آمریکا میبینیم که این حرکت هایی که پس از دیگری داره انجام میشه چرا اینها فکر میکنن میتونن در جنگ علیه آمریکا به پیروزی دست پیدا بکنن خیر خودشون بهتر از هر کس دیگری میدونن که در همون روزهای اول متوقف خواهند شد هر عملی رو که بخوان انجام بدن شعارهایی که میدن و یا بلوفهایی که میزنن و یا فوش و یا ناسزاهایی که میگن و اسلام حد و مرز نمیشناسد اینجور مسائل یا به قول خمینی که میگفت جنگ نعمته حقیقتم اون میگفت جنگ نعمته چون نعمتم بود براشون مردم متوجه نمیشدن آخه جنگ برای چه ملتی تا به امروز نعمت بوده که برای مردم ما باشه اما آخوندها خودشون دقیقا میدونستند که منظورشون از جنگ نعمت هست چیست ریشه دووندن بیشتر مستحکم شدن و انداختن تمام مشکلات برگردن کشورهای متفاوت که بگن اونها آغازگر جنگ بودن و در نهایت آمریکا شیطان بزرگ خمینی با بیان جنگ جنگ تا پیروزی و یا اینکه این جنگ برای ما نعمت بزرگیه تمام سالهایی که در ایران گذرون رو بر همین پایه و همین باوری که خوراند به ملت ایران ادامه داد و در نهایت حکومت اسلامی و شیطانی تونست ماندگار بشه ما دقیقا در چنین زمانی در تاریخ قرار گرفتیم اگر میبینید که حکومت اسلامی این مقدار به دنبال جنگ هست و جنگ طلب یکی از علل عمدش این هستش که تمام مشکلاتی که درون مرز برای ملت ایران به وجود آورده رو هم به, نظر به گردن جنگ و تمام خساراتی رو که به ملت ایران وارد آورده رو از روز نخست تا به امروز رو مشکلش رو آمریکا بدونه در گذشته این مسائل رو براتون توضیح دادم که هر زمان حکومت اسلامی مردم رو میخواد ببره به سمت یک جنگ ناخواسته دیگه بیشترین فشارهای اقتصادی و اجتماعی رو روی مردم قرار میده اگر میبینید میان میگن ما این مقدار دوربین در تهران و سایر شهرستانها به کار بردیم و استفاده کردیم و کار گذاشتیم میان شروع میکنن تو سر و ز... صورت دختر ایرانی یا اسید بپاشن یا کتکش بزنن یا بگن هجابتو حفظ بکن امر به معروف و نحی از منکر قرار میدن با این تماس های تلفنیشون به پلیس دقیقا از اینجا ناشی میشه که مردم رو به سمت زندگی کپونی بیشتر بکشونن در صحف های طولانی قرار بدن و بگن به دلیل اینکه داریم وارد جنگ میشیم و جنگ خواهد شد شما به هیچ عنوان نمیتونید صحبتی بکنید چرا که جنگه دقیقا این رو کسانی که همسن سال من بودن گذروندن شاهد بودن و دیدند که اینا بدترین روزگار رو بر سر ما به وجود آوردن و بهانهشون این بود که جنگ و کسی نمیتونه حرف بزنه هزاران هزار زندانی رو یک شبه میگرفتن اعدام میکردن به بهانه اینکه جنگ و کسی نباید حرف بزنه ما نمی دشمن داخلی داشته باشیم و اینها دقیقا چنین باوری رو دارن و منتظرن که در اون روزهایی که بخواد جنگ بشه هم از درون ملت ایران رو نابود بسازن هم از برون بهانه داشته باشن به دلیل اینکه ببینید چه مقدار ما مظلوم واقع شدیم پس در اینجا این دو شکل رو برای شما مفصلا باز کردم یک سیاست های حکومت شیطانی درون کشور با به وجود آوردن جنگ احتمالی و شرایط جنگی برای استقرار و رویش بیشتر خودش درون جامعه و سوء استفاده بازم از احساسات ملی میهنی مردم و مستحکم تر کردن شرایط ادامه حیات خودش با نام جنگ سرکوب مخالفین با نام جنگ نابود شدن تمام زیرساخت های کشور و انداختن مصیبت ها بر پایه اینکه آمریکا به ما حمله کرده و یا ما دشمن X و Y داریم و خودش رو مظلوم نشون بده از یک سو و در نهایت این داستان رو کش بدن به جایی برسونن که در سیاست های خارجی هم ضربه بزرگی به دولت آمریکا بزنن برای اینکه ترامپ از روز نخست که اومد جنگ طلب بود پرونده سازی براش بکنن در نهایت روی مغز مردم آمریکا کار بکنن که اون هم در 17 ماه آینده به ریاست جمهوری دوبارش نرسه و شرایط به طور کلی تغییر پیدا بکنه اصل داستان در این پای است اگر میبینید که ترامپ پیام های متغیری میفرسته و به صورت مشخص میگه ما رژیم هم عوض بکنیم دنبال جنگ هم نیستیم به دلیل اینکه میدونه که حزب دموکرات آمریکا چگونه از صحبت هایی که این شخص انجام میده سوء استفاده میکنه بر علیه خودش و از مردمی که دانش سیاسی کشورهای منطقه و خاور میانه رو نداشته و ندارند. سو استفاده میکنه بهره برداری های سیاسی انجام میده برای به پایین کشوندن ترامپ در دوره بعدی از یک سو از طرف دیگه حکومت اسلامی در این شرایط هر روز داستان رو داره بحرانی تر میکنه و داره جنگ جنگ میکنه چرا که جنگ براش نعمت هست به قول خمینی که بتونه ادامه حیات بده از یک سو و دولت و آمریکا شکست بخوره در انتخابات بعدی اصل داستان این. امیدوارم شما به نتیجه که میخواستید رسیده باشید با این تحلیل داده ها رو کنار هم بگذارید دقیقا متوجه میشید به کجا داریم کشیده میشیم حال چه اتفاقی میتونه بیفته آیا آمریکا وارد جنگ خواهد شد با تمام حرکت های تروریستی که حکومت اسلامی داره انجام میده قاعدتا حرکتش پایان نخواهد داشت دستوری که بهش داده شده این که منطقه رو شلوغ بکنه برای اینکه آمریکا رو وادار بسازه که بیاد و وارد یک حرکت مشخص در منطقه بشه همونطور که به سوریه حمله کرد بخواد به نیروگاه ها و یا زیر های ایران هم حمله بکنه آیا این عمل انجام خواهد شد؟ آیا حرکت های تروریستی که حکومت اسلامی داره انجام میده در منطقه فراتر از این چیزی که هست خواهد رفت؟ چرا که جهان به سوخت احتیاج داره زمانی که اینا این کارو کردن دقیقا در همون روز اول چهار درصد قیمت نفت افزایش پیدا کرد کمپانی هایی که اینشور میکنن و امنیت منطقه رو تحت پوشش خودشون قرار میدن و پول های کلان باید به پردازن بابت کشتی های نفت کشی که مورد اصابت قرار میگیره از کنترل خارج خواهد شد و بی ثبات خواهند گشت و زیان های فراوانی به این کمپانی ها خواهد خورد اگر منطقه دچار آسیب بشه و بحران بیش از این اون رو تهدید بکنه پس بنابراین میبایست قدرت ها در کنار هم قرار بگیرن و جلوی چنین حرکت هایی رو بگیرند سوال مردم این هست که آیا آمریکا وارد جنگ خواهد شد یا خیر در اینجا باید این پاسخ رو بدم که تجزیه تحلیل دولت آمریکا با کسانی که مشاورینی که داشته و داره بستگی به روزهایی داره که بهش نزدیک میشن ولی من فکر نمی کنم شخصا خود دولت آمریکا بخواد مستقیما دست به عمل چنین کاری بزنه اگر شرایطی رو که برای دولت آمریکا به وجود بیارن قاعدتا کشورهای دیگه هستن که مداخله بکنن چرا که انرژی که داره از این منطقه خارج میشه در درجه نخست به همین کشورهای صادرکننده کننده ی انرژی و یا نفت زده خواهد شد و شرایط اقتصادی اینها رو به خطر خواهد انداخت قاعدتا از دیدگاه من این کشورها خواهند بود که پاسخی به حکومت اسلامی خواهند داد و یا جهان رو در کنار خودشون قرار میدن که یک حرکت بزرگ و جهانی علیه سیاست های حکومت اسلامی انجام بشه در واقع همون سیاستی که کاخ سفید داره به کار میبره و داره سعی میکنه نظر کشورهای بخصوص اروپایی رو با خودش همگام بسازه که اگر قرار شد حرکتی علیه حکومت اسلامی در منطقه انجام بشه آمریکا به تنهایی این کار رو نکرده باشه که در انتخابات آینده مورد سوء استفاده حزب دموکرات قرار نگیره به هر روی شرایطی رو که شما دارید در حال حاضر مشاهده می شرایطی است که ملت ایران تا به امروز به این حالت و این شکل نداشته اروپاییان به هیچ عنوان در طول این چهل سال چنین شرایطی رو نداشتند. حتی دولت آمریکا و کشور آمریکا هم چنین شرایطی رو نداشته برای اولین بار هست که کل جهان حتی چین و روسیه دارن میرن تجربه بکنن سیاست های خارجی خودشون رو در نبرد و تقابل با هم برای حفظ منافع خودشون در طول این چهل سال در ایران و سایر کشورهای منطقه و در نهایت جهان پیش بینی این که چگونه چه شکلی از رخداد و رویداد انجام خواهد شد بسیار مشکل هست و نمیشه گفت چه شکلی از زد و خورد انجام خواهد شد اما قاعدتا مطمئن هستم که اگر این شرایط به صورت رادیکال به سمت جلو پیش بره باعث درگیری ها در منطقه خواهد شد اما اینکه چگونه، چگونگی این کار توسط چه کشورهایی انجام میشه بستگی به شرایطی داره بر پایه سیاستهای خارجی که بتونن چگونه با هم به تفاهم دست پیدا بکنن کشورهای اروپایی مطمئن بشن زمانی که کشورهای اروپایی مطمئن بشن از سیاست آمریکا که منافع خودشون در کشورشون و منطقه حفظ میشه مطمئن هستم که در کنار آمریکا در کمتر از 24 ساعت قرار خواهند گرفت و آمادگی این رو پیدا میکنند که هر حرکتی رو علیه حکومت اسلامی در منطقه انجام بدن ولی اینجا باز برمیگردم به مردم ایران برادران و خواهرانم پدران و مادرانم کسانی که در ایران اسیر گشتند و به شکل اوسرا با شما رفتار میکنند و یک عده اقلیت دست گذاشتن به روی ثروت ملت ایران و کشور ملت ایران و با سو استفاده از باورهای مذهبیشون جامعه ایرانی رو کشور ایران رو دارن به سمت نابودی بیش از پیش میکشونن اینجاست که نقش ملت ایران خیلی های از اهمیت بوده و است اینجاست که من بارها و بارها ازتون خواستم که از قدرت اجتماعیتون استفاده بکنید یارگیری بکنید در کمین باشید فراخانی که صادر میشه به پا بخیزید به خیابون ها بیاید تا برابر چنین سیاست هایی بیستید در غیر این صورت محکوم خواهید بود که مغلوب سیاست های حکومت شیطانی و اتخاذ تصمیمات حتی هر چقدر دشوار آمریکا و سایر کشورهای اروپایی بشید بهترین راه برای نجات ملت ایران تصمیمی است که هر شخص باید با خودش بگیره بشینه به قول معروف دو دو تا چهار تا بکنه و مسائلی رو که براش توضیح دادم رو یک به یک جلو پاش بگذاره که در شرایط حال حاضر میتونه جلو همه اینها رو بگیره اما اگر بنشینه و نظارگر بمونه براش تصمیم میگیرن و به هیچ عنوان آینده روشنی در انتظارش نخواهد بود به هر روی امیدوارم که از این نشست به نتیجه رسیده باشید و معماهایی که در ذهنتون بوده و هست کمی پاسخش داده شده باشه و همچنین سوالاتی که هر روز در ذهن شما مطرح میشه که این حکومت چگونه است آیا آمریکا از این حکومت میترسه که پاسخش رو نمیده چگونه است که بلافاصله جواب بشار اسد رو داد اما نتونست تا به امروز جواب قانع کننده ای به حکومت اسلامی بده این داستان چگونه است و هر روی از تک تک شما عزیزان که در سر تا سر کشور هستید و این صحبت ها رو انتقال میدید و دلتون نگران هست و برای ایران امروز و آینده و فرزندان ایران و آینده کشور میسوزه و میتپه بسیار سپاسگزاری میکنم ازتون درخواست میکنم که به همبستگی دل بدید یکدیگر رو از خودتون بدونید و این صحبت ها رو انتقال بدید برای روشنگری بیشتر در این شرایط که جامعه بیشتر آگاه بشه که در کجای تاریخ قرار گرفته و چه کار باید انجام بده مردم دانا و متحد شکست نخواهند خورد